فکر کنم اکثر شما عکس این دختر بچه رو که روی آرامگاه مادرش در حال گریه کردن هست رو دیده باشید. دختر فرشته احمدی، متولد 1369 در شهرستان سردش، اما ساکن مهاباد، واقع در آذربایجان غربی. متاسفانه ایشون چند روز پیش فوت کردن. درباره علت فوت اون خبرهای مختلفی هست. رسانه‌های داخلی میگن پروژه کشته سازی بوده، ولی منابع خارجی و منابعی که دست مردمه و این روزها در کنار مردمن میگن این خانم رو مامورهای امنیتی به قتل رسوندن. ولی واقعیت ماجرا چی؟ بذارید اول از ایشون واسه شما بگم. فرشته احمدی متأهل و دارای دو فرزند. اول از همه بریم گریه های این دختر رو بر سر مزار مادرش ببینیم. وقتی یک سر به خبرگزاری های داخلی میزنی، همه با تیتری خیلی مرتبط به هم و انگاری کپی پیست شده این عنوان رو نوشتن. خبرگزاری فارس: تراژدی آرتین برای دختر فرشته تکرار شد. بی بی سی و اینترنشنال همچنان تشنه خون. دیلی فوتبال: عکس آرتین و وابان درد ایران. خبرگزاری مهر: روایت متناقض ضد انقلاب از مرگ فرشته احمدی، تحقیقات پلیس ادامه داره. خبرگزاری تسنیم: ضد انقلاب فرشته احمدی رو در سه جا کش، ابهام درباره چگونگی درگذشت. ولی رسانه های خارجی چی گفتن؟ مثلا مسیح علی نژاد یا ایران اینترنشنال و حتی رادیو فردا و مناطق غیره در رابطه با فرشته احمدی گفتن مادر 32 ساله‌ای که پنجشنبه در مهاباد روی پشت بوم خونه‌اش با شلیک مستقیم کشته شد، دستای کوچکش به خاکی که مادر زیرش خفته چنگ میزنه. و رسانه‌های خارجی گفتن که این مادر به دست نیروهای امنیتی کشته شده. جنگ این وسط شکل میگیره. رسانه‌های داخلی بر این تاکید دارن که این مادر به دست نیروهای امنیتی کشته نشده و پروژه کشته سازیه، ولی رسانه‌های خارجی از اون ور میگن نه. حالا مردم در اینجا به دو دسته تقسیم شدن. افرادی که میگن کار نیروهای امنیتی بوده و افرادی که میگن نه، کار نیروهای امنیتی نبوده. اینجا یه ویدیو یک نظرسنجی از شما میخوام. به نظر شما کار کی بوده؟ بذارید واقعا بفهمیم که چند درصد از شما باور دارید که کار نیروهای امنیتی بوده و چند درصد از شما باور دارید که کار اونها نبوده. اینجا به عنوان یک رسانه بی‌طرف اعلام میکنم که طرف هیچ کس رو نمیگیریم و اینجا فقط اخبار رو منتشر میکنیم. لطفاً هیچ انگی به ما نزنید. هیچ قصد خاصی نداریم. امیدوارم درک کنید. امیدوارم کسایی که همچون ما ویدیوهای این مدلی میسازن آزادی بیان کاملی داشته باشن. مثلا در یک توییتر گفتن مادرش رو در مهاباد کشتید، اما چشمایش رو به خاطر بسپارید. رسانه های داخلی سعی بر این دارن که اخبار رو اینچنین منتشر کنن و رسانه های خارجی هم بهتون در ادامه میگم. اول از همه رسانه های داخلی میگن که اول مرگ خانم فرشته احمدی در جریان اعتراضات بوده، یعنی توی اعتراضات بود و اونجا فوت شده، یعنی گفتن که خبرگزاری خارجی اینو گفتن. و بعد میگه که بعد از اون، یعنی فکر کنم بعد یک یا دو روز، گفتن که در پشت بام منزلش این اتفاق براش افتاده و با شلیک مستقیم بوده و این رو در رسانه‌های داخلی مدام دارن پخش میکنن.
اینجا اسکرین‌شاتش رو هم برای شما میذارم. ولی در رسانه‌های خارجی مدام بر این تاکید دارن که نیروهای امنیتی این خانم رو کشتن. من اینجا بازم میگم از هیچ کسی دفاع نمی‌کنم و طرف هیچ کس رو نمیگیرم، چون یک جورایی یک رسانه سالم رسانه‌ایه که طرف هیچ کدوم رو نگیره. البته به عنوان رسانه، نه به عنوان یک انسان. یک انسان طرف کسی رو میگیره که ظلم نمی‌کنه و در مقابل ظالم میسته. من اینجا نمیگم که کی ظالمه و کی ظالم نیست. ولی به هر حال بریم سراغ ادامه خبر. در پی کشته شدن این خانم، سرهنگ صادق شکری یک صحبتی کرده که اون رو با هم دیگه میشنویم. رئیس پلیس آگاهی انتظامی آذربایجان غربی ضمن ابراز همدردی با خانواده متفویان تجمعات اخیر در شهرستان‌های پیرانشهر و مآباد گفت: متاسفانه مواردی از اصابت تیر به ماموران امنیتی و مردم از بین جمعیت معترضان در تجمعات اخیر به وقوع پیوسته و گروه‌های ضد انقلاب و اشخاص مورد از این فرصت به انهای مختلف استفاده و اقدام به قتل شهروندان می‌کنند، که به همین منظور پلیس با دستور ویژه برای پیگیری این موضوع اقدام می‌کنه. اما چیزی که خیلی دل مردم رو سوزوند و ناراحت کرد مردم، عکس دختر فرشته احمدی بر سر مزارمونه که گریه میکنه و دستهای کوچیک خودش رو روی خاک گذاشته. این عکس حسابی مردم رو ناراحت کرد، به طوری که در عکسی که در یکی از بیلبوردها در سطح شهر بود، وقتی برای کودکان شاه چراغ، یعنی کسایی که اونجا فوت شده بودن، عکسی رو گذاشته بودم در کنار اون عکس، همونجوری که دارید روی صفحه مشاهده میکنید، عکس دختر فرشته احمدی رو هم گذاشتم. واقعا عجیب غریب شده این روزهای ایران. امیدوارم این روزها زودتر به خوبی و خوشی تموم بشه. بعضی از چرای معروف، یحیی گل محمدی، داروش فرزیایی، نمیدونم افراد مهم و معروف نسبت به خانوم فرشته احمدی و دخترش واکنش‌های مختلفی نشون دادن. چند تا از این واکنش‌ها رو نشونتون میدم و چند تا از اونها مربوط به یوتیوبرهای معروف ایرانیه که اونا هم حمایت کردن و عکس از این دختر گذاشتن. اول از همه استوری علی کریمی برای دختر فرشته احمدی و خود خانوم فرشته احمدی رو مشاهده میکنید. اینجا استوری پارسالیپ رو در رابطه با خانم فرشته احمدی و دخترش که با یک متن انگلیسی است تماشا می کنید. شاهین صمدپور با این تصویر و متن در رابطه با دختر فرشته احمدی نوشت. سمت راست تصویر آرتین عزیزه که در عملیات کثیف شاهچراغ شیراز خانوادش را از دست داد. سمت چپ تصویر دختر فرشته احمدی سر مزار مادرشه که در اعتراضات پنجشنبه 5 آبان با گلوله کشته شد. پنه، خواستم بگم اگر شما بابت مظلومیت یکیشون فریاد و شیون میکنی اما بابت اون یکی سکوت میکنی، نشاید که نامد نهند آدمی. در ادامه فیلمی از دوربین مداربسته که میگن مربوط به خانوم فرشته احمدی رو برای شما میذارم. البته من خودم نمیدونم واقعا این فیلم مربوط به ایشون هست یا نه، ولی تو بعضی از این رسانه ها خیلی کم و بیش این فیلم رو تماشا کردم، ولی احساس میکنم که مربوط به خودش نیست. کسایی که اطلاعات بیشتری دارن راجع به این فیلم حتما بگن. فیلم رو تماشا میکنیم، چند ثانیه بیشتر نیست و بعد از خدمت شما میریم و خدا نگهدار. نمیدونم این فیلم مربوط بهش بود یا که نه، ولی در بعضی از رسانه‌ها گفتم دیدمش. همین بود ویدیو، ممنونم که نگاه کردید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.